نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، در هر گوشه از دنیا هستین، جور و سلامت و سرحال باشین و خداوند شکرگزار هستیم که یک بار دیگر با تن سالم در خدمت شما خوبان قرار گرفتیم و در هر خانه هفخان که رفتیم درد است، رنج است، غم است. شما باور به خدا کنید که 100% اگر 5 خانه افغان ما خوشی در لبایشان باشه، لبخند در لبایشان باشه، اگر پیسه دار است از پیسه خود میترسه که با 1000 افغانی نفر از بین میبرن. آیا این چه رقم انسان است؟ ما هیچ دجم انسانی حساب نمیکنم. اگر بیچاره کسی کراچیوان است فقط نان خوردن پیدا میکنه و دیگه خانهش کرایی از زودتر هزو کرایچی کرای خانه را بده، این سیال شریک خود جور کنه، نفقه عیال خود، کرای برقه، بازم امو خدای جانان است که حساب برابر میکنه. و ما در خانه یکی از هموطنهای حسیز ما هستیم که این خواهر ما پدرشان تکسیوانی میکنه و تکسی های سابقه دارن، چندان کار پدرشان نمیشه، همه قمیشه سر چا و گل چا. شاید اگر در این سرکای افغانستان یک هفته کار کنی 4 روز شده پیش مستری میباشی و این خوارک ما که روز به روز پایک از این بیست شده میره و یا در تفلی نتونستن همه پولی که ایره تداوی کنن و حال این خواهر در کنار ما شیشته. سلام خواهر، خوب هستین؟ بخیر هست؟ خوب هست جان؟ جور این نام دختره که چی هست؟ آرزو. آرزو، آرزو خوارک ما گفتی پایش چی کده؟ پای از این نمی کوریای پای از این از زمین بلند است، پایش در زمین نمیرسن. دیگه پیش دکتر که بردیم یک نقصه دوا دادن، گفت عملیات میشه ما چون پاکستان ببری نن ببری، ما دیگه واسه توانش نداشتیم. این دخترم که درا میره پایش به اسم میشه مفته، این دیروز هم مدرسه رفته به دفتی در اینی قسمتش اینی رقم شده. میگم چه رقم میشه؟ میگه زمین زانوی. میگم مادر پایش به اسم میشه مفتم بروی میخورم. دیگه یک نقصه دوا گرفتیم، پدر شما خودتان میفهمید تیکسیوان از دیگه کاربارش نمیشه، خانه کرایی. دیگه ما نتونستیم در فرانسه یا ایره ماینه کنیم یا ببریم پاکستان، نتونستیم دیگه تا بیم. چی میگه شفخان فرانسه یا؟ یک ماینه تا امارای کمر که بگیریم که ما ببینیم که در کدام قسمت کمر از ای پایش مشکل هسته یا از اصابش هست پامیده نمیشه دیگه. خب تا بار شما همی کار رو نکده؟ نه خیر، نه نبود پیسیش دیگه، نتونستیم. فرانسه یا که ما رفتیم در مسئله مصرف که بردم که فیره اوجه ما اینه کنه، اوجه که بردم ایچ هنوز دیگه ما پیش دکتر چیز هم نرفتیم که فیره 1000 روپه ایجه تاویل کنه. در مون روز پیش پدر شدیم 200 روپه هم نبود، آخر از اموجه پس بر آمدیم دیگه تا این روزه ایت سنش دور نخوردیم. دکتر های مسئله مصرف گفت باید اول این ما اینه رکنیم معلوم شد دردش که چی هست. باز خوارک سنش چند مکتب هستی؟ هفت. سنف هفت مکتب هستی؟ در سلی مصرف که بردیم برش قالب داد. من دیروز گفتیده بودم قالبام در پایش بود مایده شده، میگه که قالب هیچ گشته نمیتانم، هر دو پایش تا نیسته زانیش یک قالب است. دیگه گچ کرد یک چند وقت خوب بود، اونم گچ قالب کوز شد پس پایش خدا بلند کرد. خب یک چند وقت خوب بود در گچ قالب؟ یعنی امکان تداویش هست؟ آه میگه نستم، میگه مگم اینه می گچ که ما میگه کده بریم پای از دیگه هم بیس میشه. دیگه اگه بتانیم میگه در فرانسه یا این پاکستان ببرین اون خوب از برش که نمیتانی، مجبور است تا که زنده است نمی قالب بپوشه. یعنی تداویه که در شفاخانه فرانسه یا شوه، اگر آل خواه امکانات خارج به خاطر از این است که ویروس و کرونا از هر جای هر کشور بند است و شفاخانه فرانسه ای هم خوب است، خودم فرانسه ای ها هستن دکترهایشان و دکتر افغانی خودم هم هستن. ای اسرام مادر بود یا؟ نه نه، اول جور تیار بود دیگه، بعد از اینم یک با یک اینم تو متوجه شدیم که پای از اینم یک طرف پای چپش بلند بود، پس آن هر دو پای شد تا به نوک پنجه خود میگرده. یک سزیره چند خواد بگیره؟ نمیفهمیم دیگه تا اونجا یک 10000 بخیلم تنها از عکسش میشه که تنها عکس میگیره دیگه، اونم عکس بگیره باز گفت خود ما زیر تداوی میگیریم که دختر بیخی جور شوه دیگه، کفی اگه یک لگ یک ملگ تان میر. نامک شو آرزوش؟ بله. آرزو خواهر انشالله خوب میشه بخیر. آرزو آن روزه خور دختر از دیگه ای خواه سنف هفت مکتب است، انشالله جور میشه تو کدام وقت مایش نشی کنم پای من چطوری. البته خدا میگه کسایی رسای کنی که به خدا دست نداره، او آیا چرا هم نام میخوره؟
یه خوش شکر خدا روزو خواهر ما دستش جور نام خدا خود شوشار درس میخوانه. یک مسئله پای است تو یک ریجه بگه خور چرا ای کوری پای بلند میمانه؟ نه نمتایید که زمین نمیدسه نمیتونی جان که کاش پای تا در زمین بانی؟ درد میکنه؟ نه درد میکنه ای درد چیز هم میگه نداره این فقط شخ هست نمتایید این نمتا شخ هست؟ آره تو ایره پایی من نمیشه پایی؟ نه بودگیش هم؟ نه اگر این وقتی یکی جور بود؟ آه اول راستش خود بود این حال چپ بیخی خدا بلند کده تو یک دو قدم بگر خود؟ سر پنجه فشار میانه بیا بشم دیگه زیادی نمی روز به روز دخترم بخی تنبل شدم تو بگویم در هیچ جای رفتن خوشش نمی آید تو بگویم بخبر بچه گن جای بریم به گریان میره میگم اکوی ما هم قدای ما میبینم میگردم مادر میگم قد پایی میشن بیا خدا میروان است از خدا خمایش نیست امشالا خدا هم میروان است هر دردی را که پیدا میشه خدا هم دوای زورتمند پیدا میکنه و او درد بی درمان که میباشه خدا خداوند درمانش میکنه و خدا خداوند میروان است انشاءالله توکل ما و شما به خدا و جا داره که ما تشکری کنیم از فوزی خواهر ما بر ما پول روان کرده بود از امریکا که یک ذخیره و ما در پروان جور کردیم و یک نله و دوگام در مسجد شهدای پارچه نو جور کردیم از طرف خواهرای مای خواهر ما تنها خودش امی دونی مدار دلار روان نکرده بود بلکه از طرف نوریه وردک فریده وردک و زرغونه وردک پول با فوزی خواهر ما یک جا روان کرده بودن که هست جمله قرار است که 2000 شده و نل او استفاده کردیم 3500 شام در نلی که پیش مسجد کش کردیم و 1500 شام مانده قرار است که 1500 شام این خواهر ما را بتیم که دقل در شبخانه فرانسه یا حکس این خواهر ما را بگیره و هر دوستی که میخواه به این خواهر ما کمک کنه و این خواهر ما از این مشکلات خلاص شود انشالله دوستای خدا هستن ما هر کسی را که برنامهش ماندیم و توکل به خدا باز اگر خواست خدا بود شماره پدر از ایرا مردوستشان که میخواست میتیمشان و یک تداوی شود اگر فکر کو که همه اگه خوشحال میشه و خواهر عشق نرسته که این خواهر از جانب خداستی که تو اگر عشق بریزی به عشق تو خواهی جور نمیشه توکل به خدا حتما خداوند امتیان میکنه دیگه ایره زیر امتیان قرار داری خواهر خواهر این فرانسایی هم میگه اگه تداویش نکنه میگه این دختر بخید گشته نمیتونه میگه اما تو باز در جای میمونه اینه تو یازده هزار بگی خواهر خواهر همین اکس از این دشت خانه فرانسایی ها بگیرشه بگی باز معلوم شود که چی هست باز انشاءالله هم وطنه های سیده داریم توکل به خدا و هر دوستی که میخواید ای پیسه را که روان میکنی ای را به یارزو خواهرم هم روان نکو ای را به ما هم روان نکو به بنیاد خیلی سالی هم روان نکو تا حتی به خداوند هم نده ای را قرض اصلا به خداوند بده و به روز آخرت خودت کمک کن اگر ای خواهرم انشاءالله که شفایب شود قلب از دعا میکنه، دل از دعا میکنه و با امید روزی که هشت این مادره به لبخند تبدیل بگردانیم بسیار زیاد تشکر هست نوریه وردک، فریده وردک و همچنان زرغونه وردک بسیار زیاد تشکر و خیر و سلامت باشین هموطنان عزیز این بود برنامه امشب که تقدیمتان شد تا فردا شب خدا نگهدار با من خدا